سلام علیکم، وقت شما بخیر. ممنون که با کانال آموزش مشاورین املاک همراه هستین. وقتی که به گذشته نگاه میکنم، یعنی وقتی 18 سالم بود و خیلی جوان بودم و رفتن مسکن 2000 در خیابان زرین و شروع کردم یاد گرفتن که وارد این شغل عجیب و غریب بشم و یادش بخیر مهداد رحمانی در دو تا جمله خیلی کوتاه منو راهنمایی کرد، گفت کاری نداره این فایلا رو ببینی، هر کی از در اومد تو گفت خونه اجاره میخوام نگاه کن و کاری کن مستاجره از خونه خوشش بیاد، و از اون طرف هم وقتی که پسند کرد کاری کن مؤجره از مستاجره خوشش بیاد. تمومه، تو این کاری اصلا من توی تو این آدم رو میبینم که تو میتونی قرارداد بنویسی. توی همون موقع یادم، من اصلا با خودم فکر نکردم که استعداد این کارو دارم. مثل الانم نبود که یه گوگل کنی، 10 تا ویدیو ببینی، 4 نفر مثل من بیان تجربه هاشون رو در اختیار بذارن. واقعا سخت بود و گذشتگان این شغل اصلا چیزی رو یاد نمیدادن و اگرم چیزی رو میدونستن مثل یک الماس خوشتراش ازش مراقبت میکردن و به کسی نمیدادن و نمیگفتن. و به قول قدیمی ها موقع قرارداد نوشتن جوری می نوشتن که اصلا یاد نگیرید و نبینید و نفهمید این کار چگونه است. و فایل ها هم همیشه فایل خوبا تو کشو بود و یه عالمه فایل توی زونکم بود و ما بعد بین اونا می گشتیم و فایل های خوب توی دست خود مدیر املاک بود. یادم اون موقع از خودم نپرسیدم که اصلا استعداد مهمه یا پشتکار. این ویدیو جدید رایان سرهانت که میاد در مورد استعداد و پشت کار صحبت میکنه به نظرم منطق درستی داره. حتما فهمیدین من چند تا ویدیو از ایشون گذاشتم تو این کانال و در کپشن ویدیوها رو قرار میدم و لطفا اگه دوست داشتین نگاه کنین. نکته ای که رایان میگه و منم بهش اعتقاد دارم اینه که واقعا وقتی که بالفرض مثال مایکل جوردن خواست بسکتبال شروع کنه، با خودش نگفت که آیا من به درد این میخورم؟ خب میدونید که مایکل جوردن نسبت به باقی NBA با قد حدوداً 195-6 سانت خیلی قد کوتاه به نظر میاد، یا حداقل قد بلند نیست، و این آدم به اسطوره بی‌نظیر و تکرار نشدنی بسکتبال تبدیل میشه. یا وقتی مایکل جکسون با اون گروه خانوادگیش وارد عرصه موسیقی میشن، خودش نفهمیده که آیا استعداد داره یا نه، اون درخشش بی‌نظیرش نشون میده که استعداد خوبی داره. ولی اون چیزی که باعث میشه مایکل جوردن تا امروز هم هنوز اسطوره بمونه و مایکل جکسون تموم بشه اینه که برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن، اگه فقط استعداد در چیزی داشته باشین کافیه، در واقع اینجوری نیست. و اگه شما با استعدادترین فروشنده دنیا باشین ولی هیچ وقت دنبال فایل نرین، هیچ وقت با مشتریتون سرویس نرین، هیچ وقت فایلاتونو بروز نکنین، هیچ وقت کارشناسی نرین، مسلماً یک مشاور کم استعداد میتونه با تلاش زیاد، پیگیری مستمر، مطالعه و بروزرسانی اطلاعاتش از شما سبقت بگیره. همیشه توی صحبتام با شما اینو گفتم، این شغل اطلاعاته و خیلی مهمه که شما بتونین توی این شغل اطلاعات داشته باشین، اطلاعاتتون رو به کسی ندین و در قبال اطلاعاتی که میدین مبلغی رو دریافت کنین که بهش میگن کمیسیون. حالا توی این پروسه کجاش استعداد موثره و کجاش پشتکار، من میخوام براتون یه مقدار این موضوع رو بیشتر باز کنم. همین که توی این بازار راکت که الان حدوداً درگیرش هستیم، هرچند در یه بخشایی از کشور که عرض کردم تو اون ویدیوی تحلیل تابستان 1402 که الان مسافر میره، توریست میره و گردشگر اونجا بالاست، حتما الان بازار خوبی داریم و اصلا الان وقت فروشه یا اجاره است، توفیری نمی کنه. اما در باقی بازار، همین که شما الان وارد این کانال شدین و دارین ویدیویی رو میبینین که بهترتون کنه و رشدتون بده و سبقت بگیرین از دیگر مشاورا، تا همینجا شما به نظر من برنده ای.
اما اون چیزی که باعث میشه چه میدونم مثلا علیرضا بیرانوند بهترین دروازه‌بان ایران باشه و گرونترین قیمت رو داشته باشه و جا به جایش همه لیگو به هم بریزه، در واقع اون تلاشیه که در زمان مسابقه بیرانوند میکنه که یک گل کمتر بخوره. دیدین که در آخر لیگ حتی چند دقیقه خودش رو تعویض کرد که اوریج زمان بازی کردنش و کمتر گل خوردنش با هم دیگه بخوره. در واقع صحبت میره روی دقیقه ها، روی ثانیه ها و روی اعداد کمتر از یک. توی کار مسکن هم همینطوره. اگر قرار است که شما تفاوتی رو ایجاد کنید، موندن رو این که من استعداد این کار رو ندارم، ول کنم برم فلانی اینا کنم، اصلا حرف میزنه با مشتری، مشتری رو برای خودش میکنه، هیچ کمکی به شما نمیکنه. اون چیزی که به شما کمک میکنه اینه که در کشوتون، در نوت پد گوشیتون یا تبلتتون یا کامپیوتر رومیزیتون یا اون دفتر طلاییه که من همیشه ازش صحبت میکنم و خودم هم دارم، شما حتما یک فایل داشته باشید که مشاوره کنار دستیتون نداره. من وقتی میگم فایل، متاسفانه بیشتر بچه ها فکر میکنن که فقط مثلا یه دوخوابه فول امکانات آسانسور دار. نه بچه ها، الان درسته بازار اینجور فایل ها همیشه هست، کمیسیونش زود میاد میره تو جیب آدم، میتونین خودتون رو درگیر کنین، ولی اصل مطلب در این نکته نهفته است که شما فایل شخصی داشته باشید. الان بازار این شکلی ها. یه زمان مثلا اون موقعی که دیواری نبود، روزنامه همشهری کارو دست نگرفته بود، چه میدونم اپلیکیشن و اینستاگرام و اینا نبودن، بله توی زونکن ها یه عالم فایل بود و اون چیزی که شما رو جلو مینداخته یه خریدار خوب بود که واقعا پول تو جیبش بود. بله دهه 70، اواخر دهه 70 که من کارم رو شروع کردم و اوایل دهه 80 کار اینجوری بود، یعنی فایل ها بودند و واقعا فایل زیاد بود بچه ها و ما دنبال یک خریدار میگشتیم. شاید براتون جالب باشه، ما اون موقع یک زونکنی داشتیم که توش فایل مشارکت داشتیم. ببینید چقدر اون موقع فایل زیاد بود و چقدر کار کردن آسون بود. یه زونکن مشارکت داشتیم از بهترین خیابونای شرق تهران، ولی الان فکر میکنم مثلا یه دونه برگه شاید باشه مثلا تو تهران اینجوری شاید بشه کار کرد. پس باید ذکاوت خودتون رو داشته باشید. الان هر کاری که شما تو اون قدیم تو اون مسیر قدم بردارید که یک فایل بیشتر داشته باشید، یک گزینه فروش بیشتر به مشتریتون عرضه کنین، اون باعث پیروزی شما میشه. با استعداد بودن هیچ اثری نداره. حالا چون من کار موسیقی میکنم اینو مثال میزنم براتون، من روزی که مثلا پیانو زدم و با این ساز آشنا شدم، انگار به راحتی حریفش بودم، دستام درشتر بود، ذهن فعالی داشتم، گوش توانمندی داشتم، میتونستم، و اینا واقعا خدادادی بود و من تونستم با این ساز ارتباط برقرار کنم. با گیتار همینطور، با سازهای کوبه همینطور. ولی وقتی که به یه چالش عجیب غریب مثل ویالون خوردم، دیگه اصلا فهمیدم این اصلا برای من ساخته نشده. اون چیزی که باعث شد من حریفش بشم و به قول قدیمی ها هر چی که میتونم با سوت بزنم و با اون سازم بزنم، پشت کار بود. شاید باورتون نشه دو سال طول کشید تا بتونیم صداشو در بیاریم. در واقع اون چیزی که باعث موفقیت همه آدمای بزرگ شده، اون پشت کار است، اون همت است، اون خسته نشدن است. اینم که هی پیگیر باشیم، اینم بگم ها، این اصلا درست نیست. مثل میخیه که میخواین داخل یک چوب فرو کنین و مدام هی ضربه بزنین، اصلا ممکن دست خودتونم قاطی از بین ببرید. در واقع یه ضربه خوب، نگه داشتن به موقع و چک کردن و کنترل دوباره و ضربه بعدی. توی کارم همینطوره. بعضی وقتا اصلا الان بازار نیست، حالا هی آگهی کن، هی آگهی تو بالا پایین کن، هی بگو متنم ایراد داره، متنم رو درست کنم. نه، این شما به کار خودت اعتماد داری، دچار کمالگرایی هم نمیشی، هی بگی نشد عکسم بده برم یه عکس دیگه بگیرم، آقا اصلا زنگ نمیخوره این آگهی. خب اینجا صبوری کمکتون میکنه. پشت کارتون رو تو بخشای دیگه بذارین، فایل دیگه پیدا کنین، با همکارا گپ و گفت کنین، تبادل اطلاعات کنین. اما اون چیزی که به شما کمک میکنه اینه که در لحظه‌ای که نیازه شروع کنین و رها نکنین. این باهوش بودن، بعد براتون یه مثال بزنم تا خوب متوجه بشین. اون چیزی که باعث میشه شما ماهیگیر خوبی باشید
اینه که جای خوبی از رودخونه واسطه باشین، لانسه خوبی داشته باشین، چوب ماهیگیری خوبی داشته باشین و طعمه خوبی به سر لانستون زده باشین. هر کدومی از این گزینه‌ها رو جابجا کنید، شما نمیتونید ماهی بگیرید. توی کار املاک هم همینطوره. درست مثل همون ماهیگیر شما باید فایل خوب داشته باشین. اون فایل رو در جای مناسب، در اپلیکیشن مناسب، در سایت مناسب، ممکنه توی محل شما یه بیجک باشه پشت شیشه تون بزنید. خب هر جای ایران، هر جای این دنیا، هر جای این کره خاکی که دارین نگاه می‌کنین، ببینید محل عرضه ملک رقابت تبلیغاتی در کجاست. این دالای لاما رو مثال زدم، میگه تجارت بدون تبلیغات مثل چشمک زدن در تاریک. اینجا نورا رو قطع کنین، بین 100 نفر شما چشمک بزنین، کسی نمی‌بینه. ولی اگه یه شمع رو نگه دارید و چشمک بزنین، شما دیده میشین. توی کار املاک هم همینطوره. در اون لحظه مناسب شما باید فایل خوبتون رو در اپلیکیشن مناسب، در سایت مناسب، هر کدوم این گزینه‌ها که خودتون میدونید آگهی کنین و بعد مثل یک ماهیگیر صبور که ساعتها کلافتاویشو میذاره روی سرش، میشینه و به اون عروسکی که تکون میخوره، شیطونک فکر کنم بهش میگن، نگاه میکنه. لحظه‌ای که رفت با این لانسر میکشه، شما هم مثل یک کاسب صبور، ماهیگیر صبور، فایل خوبتون رو در محل مناسب قرار بدین، تلفناتون رو با حوصله جواب بدین و در نهایت منتظر باشید تا سرویسایی که میدین منتج به گل بشه. حالا پیگیری کردن و فالو و همه اینا رو دیگه تو ویدیوهای دیگه گفتم. اون چیزی که میخوام به شما بگم اینه که در هر کدومی از این لحظه ها شما ناامید بشین و انرژیتون از دست بدین، در واقع قراردادتون از دستتون میره. این شغل رو رها میکنید و وارد یه کاری میشین که ازش لذت نمیبرید. من در مورد استقامت میخوام یه حرفی رو بزنم. ما خیلی وقتا توی دنیای ورزش، چقدر تو این ویدیو مثال ورزشی زدم، همه فقط میگن کی قهرمان شد، یعنی بهترین کشتیگیر ما رو اگه قهرمان نشه، ما همه حتی برای دوم سومی هم کسی توجه نمیکنه. اما توی المپیک 1968 مکزیکو سیتی یک اتفاقی افتاد، یعنی در واقع وقتی که همه دونده ها استارت کردند و میدونید دو ماراتون یه چیزی بین 2 تا 3 ساعت طول میکشه، 45 کیلومتر کمتر بیشتر حدودی دارم عرض میکنم خدمتتون، توی این مسابقه شرکت میکنن و دوربین و خبرنگار و اینا همه میرن انتهای خط. خب به حال المپیک، هر تلاشی عالم ارزش داره و شروع میکنن چیدن دوربین ها و نفر اول میاد و نفر دوم و نفر سوم و اینها رد میشه. مثلا حدود 75 نفر اگه اشتباه نکنم توی ماراتون المپیک شرکت میکنن. اینجا دیدم توی نوت بدم 42 کیلومتر و حدوداً 195 متره به یاد اون مسافتی که اون سرباز رومی توی جنگ دوید. وقتی که این اتفاقا میفته، خب دیگه همه میان مدال رو میدن و این حرفا، آماده میشن که جمع کنن. یهو یکی از این خبرنگارا میگه که صبر کنید، هنوز یک نفر دیگه داره میاد. توی ماراتون این طبیعیه، مثلا 75 تا که شرکت میکنن، وقتی شرکت کننده میبینه دیگه امکان قهرمانی نداره، رها میکنه و حالا پاشو میگیره یا میگه دیگه مثلا مصدوم میشه، یه جوری با آبرو از مسابقه میره کنار. میگه که نه، یه نفر دیگه مونده و در این دل سیاهی شب یه نفر داره همینجوری با پای تقریبا شکسته کشون کشون خودشو میرسونه و میاد. واندرفول، همه تماشاچیا دوباره برمیگردن روی صندلی، ریپیت اگین، خبرنگارا نور رو برمیدارن، میدونن تو دل سیاهی شب ببینن این دیوانه کیه که داره ادامه میده و میاد. این دونده جان استفان آکواریه و اون چیزی که خیلی همه رو تعجب میده اینه که این داره چی رو ادامه میده، واسه چی داره به این مسابقه ادامه میده.
توی هیاهو و شلوغی و فلاش و این حرفا والد ورزشگاه میشه و این نورا رو دوباره روشن میکنن و این بدن نحیف استفان کواری ای خودشو میکشه میکشه و به خصوص حالا اگه ویدیوشو پیدا کنم اینجا براتون میذارم و از خط پایان عبور میکنه. استفان کواری بدون اینکه طلای المپیک بیاره الان یکی از آیکون ها و نمادهای المپیک. در واقع خیلی جواب ساده ای داره وقتی خبرنگار ازش میپرسه که شما چرا ادامه دادی، میتونستی رها کنی؟ یه جواب خیلی ساده میده، میگه مردم کشور من منو فرستاده بودن که من در این مسابقه شرکت کنم و من دوست داشتم این مسابقه رو تموم کنم. رفقا قطعا همه ما نمیتونیم بهترین مشاور املاک دنیا بشیم، همه ما نمیتونیم معامله های چند میلیاردی بزنیم و کمیسیون های چند صد میلیونی بگیریم. این اتفاق ممکنه برامون شکل نگیره، ولی بین اون 75 نفر استفان کواری 57 میشه، ولی در ذهن خودش برنده بازی رو تمام میکنه. گاهی وقتا با این بهونه ها که نه این شغل برای من ساخته نشده، من این کاره نیستم، ولش کن بابا این نونا اصلا خوردن نداره، رها کنیم بریم، بونگایی هم شد شغل، اینا نمیذارن من یه ریال پول ببرم، یا چه میدونم فایل نیست، بازار خرابه، با هزار تا از این بهونه ها خیلی همون از این شغل میکنیم میریم. من بهتون گفتم این شغل خیلی مرده، من کارهای دیگه انجام دادم، ولی اون چیزی که همیشه تو زندگی دست من گرفته اول لطف خداست و بعد همین کار و همین کسب و کار. بچه میدونم با بازار بعد مشاوری که حتی پول کرای راهشو نداره به سختی میاد پشت میز میشینه، اشکال نداره، استفان کواری زندگی خودت باش، این 42 کیلومتر لعنتی رو رد کن، با انرژی باش، دوباره تمام اون قدم ها که تو ویدیو بهتون گفتم بچه ها، یه سرویس دیگه، یه آگهی دیگه، یه بار دیگه برید خونه رو نشون بدید، ناامید نشید، فقط از این خط ماراتون زندگی خودتون بگذرید. مهم نیست، بذارین دیگرون قهرمان شن، بذارین دیگرون عکس و فیگور قهرمانی بگیرن، شما فقط جلوی آینه که قرار میگیرین با خودتون این احساس رو داشته باشین که مسیر ماراتون زندگی خودتون رو به اتمام رسوندین. گفتم بهتون هیچ بچه ای تو دبیرستان نمی‌نویسه تو انشاش که من آرزو دارم وقتی بزرگ شدم یک مشاور املاک بشم. فشارهای زندگی، ناچاری ما رو روی این صندلی میشونه، ولی بلند شدنمون میتونه دست خودمون باشه، با پشتکار، با تلاش، از هر با استعدادی میتونیم سبقت بگیریم، از هر کسی که چه میدونم دکترای حقوق داره، MBA خونده، نمیدونم باباش صاحب آژانس املاک، فقط و فقط یک سرویس بیشتر، سرویس منطقی ها، مشتری رو نزنید زیر بغل ببرید بلو پشت بون نشنش بدید، سرویس منطقی، سرویسی که در ذهنت برای مشتریت اون ملک، اون مورد اجاره، اون مورد فروش مناسبه. ویدیو طولانی نشه، خیلی از تک تکتون ممنونم، امیدوارم که هرچی از خدا میخواین بهتون بده، این هفته همون هفته ای باشه که منتظرشین، قرارداداتون گل بشه، کمیسیونای خوب خوب بگیرین، مشتریای خوب خوب به تورتون بخوره، چه میدونم فردا اون روزی باشه که گوشتون زنگ میخوره و یه فایل خوب بهتون میسپارن. لطفا تا اینجا هم اومدین لایک و کامنت کنین و اگه فکر مونین ویدیوهای من میتونه به درد کسی دیگه ای بخوره اینو اشتراک بذارین، بذارین اونا هم وارد گروه ما بشه. قربونتون برم، تا ویدیوهای بعدی. Yeah.